مسعود رجوی آنگاه به تشریح نحوه شکل گرفتن و تحمیل رژیم رضاخان توسط انگلیسی‌ها به ایران پرداخت. رئیس دادگاه نظامی سرتیپ عبدالله خواجه نوری صحبت را قطع کرد و با برآشفتگی به متهم تذکر داد که عنوان ایشان اعلی حضرت رضا شاه کبیر است. مسعود رجوی گفت: من دارم از زمان رضاخانی صحبت می‌کنم، چون یکی از آثار مهم دوره رضا شاه، یعنی شروع دوره دیکتاتوری، همین خشک شدن ریشه رجال واقعی و مؤمن و میهن پرست است. این رژیم رجال کشور را یا جذب کرد یا عوض نمود، یا آنها را خرید و یا از کار برکنارشان کرد و یا کشت. من و دوستانم از سرزندان دکتر مصدق هستیم که به پول و مقام پشت پا زدیم. در جنگی که با شما داریم سلاح مهم است، ولی انسان مهمتر است. اصل موضوع انسان و انسانیت است. این دیگر خریدنی نیست، قابل فروش هم نیست. در زمان مصدق مستوفی الممالک هایی بودند که مثل همین پرویز نیکخواه در زمان خودمان خریده شدند. وقتی در سال 1309 و 1310 دوره صدارت و نخست وزیری مستوفی الممالک تمام شد و رضا شاه او را دور انداخت، از طریق خانم همدم السلطنه به دکتر مصدق پیغام داد که من تا چانه به گل نشستم، شما مواظب باشید که تا فرق سر در لجن فرو نروید. منظورش این بود که کار با این رژیم فرو رفتن در لجنزار است. اینهایی که به مصدق و نهضت ملی پشت کردند، بعد که مردم دست رد به سینه‌شان زدند، خیلی تأسف خوردند. حالا آقای داستان هم اگر دلشان می‌خواهد می‌توانند به حرف‌های ما گوش نکنند، ولی بدانند که مأمور هستند ولی معذور نیستند. مواظب باشید فردا وضعتان از این هم بدتر نشود. هیچ کس پشت سر سپه بود آزموده صلوات نفرستاد. در اینجا داستان اعتراض کرد و گفت: از باطن و ظاهر من حرفی نزنید. مسعود رجوی در ادامه سخنان خود به رژیم شاه پرداخت و گفت: رژیم اجباراً و برای ادامه حیات لباس عوض کرده است. اصلاحات ارضی و دادن سهام کارخانجات به عنوان پشتوانه به فئودال‌ها ایشان را بیش از پیش متنعم کرده است. در واقع با این کار می‌خواستند بورژوا بازی در بیاورند. بعد از کودتای 28 مرداد بورژوا بازی مدروز شد. به وضعیت اقتصادی و اجتماعی نگاه کنید. در اثر سیاست‌های رژیم بسیاری از کارخانه‌ها ورشکست و کارگران اخراج شدند. گسترش فساد اداری، رشوه‌خواری و بدبختی مردم از طرف هیئت حاکمه اعمال می‌شود. احتیاج به توضیح ندارد. زاغه‌ها و حصیرآباد تهران را ببینید. جوادیه و نازی‌آباد را ببینید. مردم فقیر اگر بیمار شوند، مجبورند و محکومند پشت در بیمارستان جان بسپارند. طبق گزارش روزنامه اطلاعات که ارگان